ببین داداش عرفان، من طبق قوانین حرف میزنم. حالا شما اینو شرط حساب میکنین یا مصالحه؟ موضوع اینه که هنوز به خاطر سمی مؤمنی بیچاره زندگیش سر و سامون نگرفته. بتول خانم شاید مؤمنه رو به هر حال قبول میکرد، نمیدونم، ولی به هیچ عنوان سمی رو قبول نمیکنه. برای همین من میخوام که شما از راه قانونش پیش برین و سرپرستی سمی رو به من واگذار کنین. من خیلی خوب اونو بزرگ میکنم، نمیذارم هیچ چیزی اونو اذیت کنه، مثل بچه خودم بزرگش میکنم. ببین داداش عرفان، خواهرزاده من قاسم تنها تکیه گاه من بود و اینکه خداوند مؤمنه رو بعدها صاحب بچه‌های زیادی میکنه، ولی من تنها میمونم، درسته؟ پس اگه شماها سرپرستی سمی رو به من بدین، خب من بتول خانم رو میبخشم و رضایت میدم.